سلام به همه دوستان عزیز، به کانال آموزشی ما خوش اومدید. خب همونطور که از ابتدای ویدیو متوجه شدید، ویدیو امروز ما درباره ساخت یک مشعل یا شعله افکن ارزان قیمت و به درد بخور هست. برای شروع کارمون احتیاج به یک لوله مسی سایز 6 داریم که حدوداً 20 سانت باشه کافیه و یک آچارشمع موتور هوندا. خواهیم لوله مسیمون رو انعطاف بدیم و برای اینکه موقع خم شدن لوله نشکنه یا بسته نشه، بایستی داخلش رو با نمک یا آرد، فرقی نداره، پر کنیم. برای این کار بایستی یه طرف لوله رو با انبردست کلم کنیم و از سمت دیگه اون داخلش رو با نمک پر کنیم و با یک پیچی که به سایز لوله بخوره به طور موقت اون قسمت دیگه هم کلم کنیم که مانع خروج نمک بشه. بعد از آماده شدن لوله مسی، اونو داخل یکی از سوراخ‌های آچارشمع می‌کنیم و مطابق ویدیو لوله رو 90 درجه خم می‌کنیم. مقدار 5 سانتی طول لوله از سوراخ بالایی آچارشمع بیرون باشه کافیه. بعد اینکه خمیدگی اول رو روی لوله مسی انجام دادیم، 5 سانت بعد از خمیدگی اول یک خمیدگی 90 درجه دیگه باید مطابق ویدیو روی اون انجام میدیم. دوستان شما میتونید این دو تا خمیدگی رو انجام ندید و این کار کاملا دلبخواهیه. بعد انجام کار با لوله مسی، نوبت اینه که دو تا پلمپ هر دو سمت لوله مسی رو باسی باز کنیم تا نمک داخل اون به طور کامل تخلیه بشه. تو این قسمت میخواییم با یک سوزن خیلی کوچیک یک سوراخ که برای خروجی گاز هست روی لوله مسی بزنیم. این سوراخ در اصل به جای پستانک هست و ما این کار رو روی قسمت بالایی لوله مسی که طول 5 سانت داشت انجام میدیم. دقت داشته باشیم که این کار رو باید در وسط لوله که حدوداً 2.5 سانت از سمت بالا و پایین باشه انجام بشه. زدن سوراخ خروجی گاز روی لوله مسی احتیاج به یک مهره سرپکنیکی با رابط تزریق گاز داریم که این دوتا قطعه در قسمت پایینی لوله مسی ما بایستی جوش بخوره. با جوش دادن این دوتا قطعه برنجی به لوله مسی، مشعل ما به راحتی میتونه روی هر پکنیکی بسته بشه و از سوخت اون استفاده کنه. رابط تزریق گاز رو به ته لوله مسی متصل میکنیم و با جوش مس دور تا دورش رو محکم میکنیم که بعدا مشکل نشت گاز پیش نیاد.
بعد جوش دادن رابط تزریق به لوله مسی، نوبت اینه که سوراخ‌های ورودی و خروجی لوله مسی به روی آچارشم رو بزنیم. دوستان، اون سوراخ‌هایی که روی آچارشم هست برای ورودی هوا به داخل مشعلمون هست یا همون آچارشم، و ما باید برای قرارگیری لوله مسی داخل آچارشم دو تا سوراخ جداگانه بزنیم. این کار رو با مته 6 و مطابق ویدیو روی آچارشم انجام میدیم. همونطور که دیدید این دو تا سوراخی که روی آچارشم زدیم برای قرارگیری لوله مسی داخل آچارمون بود. خب لوله مسی رو از پایین وارد آچارشم میکنیم. دقت داشته باشید که سوراخ خروجی گاز باید داخل آچارشم باشه و در وسطش قرار بگیره و قسمت بالایی لوله مسی که باز هست رو با یک پیچ 2 سانتی سایز 6 باید اون رو پلم کنیم. برای جلوگیری از نشت گاز اون پیچ پلم کنه بالایی لوله مسی رو با جوش محکم میکنیم و بعد برای بهتر محکم شدن لوله مسی به خود آچارشم مجدداً با جوش مس هر دو رو به هم متصل میکنیم تا مانع جابجایی آچارشم روی لوله مسی بشه. خب مشعل ما به طور کامل آماده شده و برای بهتر شدن ظاهر اون ما اینجا از جلاسنج استفاده میکنیم. نوبت بس کردن مشعل به پیکنیک هست. دقت داشته باشیم که حتما یک اورنگ لاستیکی داخل اون مهر سر پیکنیکی قرار بدیم تا مانع نشت گاز بشه. خودتون میتونید کیفیت و قدرت شعله مشعل رو ببینید و در ادامه میخوایم بهتون نشون بدیم که با این مشعل میتونید شما جوش نقره یا مس رو به راحتی انجام بدید.
برای انجام جوش مس سعی کنید حتما از سیم جوش های هرچی باریکتر استفاده کنید و از پودر مخصوص تنه کار مس استفاده کنید. اینجوری جوش شما خیلی با کیفیت تر و بهتر انجام میشه. این بود از ویدیو امروز ما. اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.